مداح اهل بیت علیهم السلام علی زهیری نفر اول فینال مسابقه بین المللی استعدادیابی شیعه وش شد. روز گذشته شنبه 16 اردیبهشت 1402 فینال مسابقه بین المللی شیعه وش استعدادیابی شیعیان جهان در سالن باربیکن سنتر شهر لندن برگزار شد. این مسابقه که همزمان به صورت زنده از تلویزیون‌های مجمع رسانه امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی پخش می‌شد، برای مخاطبین فارسی زبان و عرب زبان نیز با دوبله آنلاین همراه بود. در مرحله فینال مسابقه بین‌المللی شیعه وش 10 نفر در رشته‌های تلاوت قرآن، سخنرانی و مداحی با یکدیگر به رقابت پرداختند که از ساعت‌ها قبل از شروع مسابقه شرکت کنندگان از بیش از 8 کشور در صف‌های طولانی منتظر باز شدن سالن باربیکن سنتر لندن بودند. قابل ذکر است که دکتر سید عمار نخجوانی، سخنران مشهور و محبوب انگلیسی زبان در غرب، نزار قطری، مداح مشهور عرب زبان ساکل انگلستان، سید میثم عباس، مداح مشهور اردو زبان از کشور آمریکا و سید جلال معصومی، قاری بین المللی قرآن کریم، فینال مسابقه بین المللی شیعه وش را داوری کردند. قاسم فهد، مدیر دفتر امام حسین مدیا گروپ در اروپا، با ما همراه هستند. آقای فهد، سلام و عرض ادب. دب دارم خدمت شما و همه بینندگان شبکه جهانی حسین علیه السلام به زبان فارسی، در خدمت شما هستم. عرض ادب. جناب آقای فهد، فینال مسابقه چطور برگزار شد؟ بفرمایید. بسیار عالی، الحمدلله جای همه دوستان خالی بود. با توجه به اینکه از همه دنیا در این برنامه شرکت داشتند، از چندین کشور مختلف، از کشورهای اروپایی، از آمریکا، کانادا و بحرین شرکت داشتند در این برنامه. برنامه الحمدلله با موفقیت بسیار عالی اجرا شد. الحمدلله. الحمدلله. آقای فهد، هدف شما از برگزاری مسابقه شیعه وش چه بوده؟ بفرمایید. ببینید، سالها پیش گروهی از شیعیان از کشورهای شرقی مهاجرت کردند به غرب. زبان اولشون اون زبان کشور خودشون بود، فارسی، اردو و یا عربی. اما امروزه نسل سوم این شیعیان و با توجه به گسترش شیعه در غرب، نیازه که پتانسیل های شیعه در غرب بیشتر بروز پیدا بکنن، نمو پیدا بکنن، اونها رو باید پیدا بکنیم، معرفی بکنیم به جامعه تشیع. با توجه به اینکه این نسل سوم دیگه غرب رو وطن خودشون میدونن، برای همین باید کمک بکنیم به این نسل که خودش رو پیدا بکنه بیشتر انشاءالله، و برای آینده بیشتر خودش رو بسازه و مستقلتر بتونه از پتانسیل های شیعه استفاده بکنه. آقای فهد، اگه مطلبی نیست ما با شما خداحافظی میکنیم. من در خدمت شما هستم. امیدوارم که همه بینندگان، 10,000 نفری که این برنامه رو دیدن، امیدوارم لذت برده باشن و امیدوارم که در سالهای بعد با برنامه های بهتر در شبکه انگلیسی در خدمت همه بزرگواران باشیم انشاءالله. انشاءالله، انشاءالله. خدا نگهدار. قاسم فهد، مدیر مسئول مدیا گروپ در اروپا، از لندن با ما همراه بودند.